سلام میکنیم خدمت همه شما همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران روز شنبه 31 فروردین ماه 1398 از نب زندان نب اعدام در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. سحرگاه روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه یک زندانی در زندان مرکزی زنجان به دار آویخته شد. این زندانی به نام هدایت مهرابی 37 ساله و اهل کرمانشاه به اتهام قتل محکوم به اعدام شده بود. همچنین سایت حکومت رکنا اعلام کرد که روز پنجشنبه 29 فروردین ماه حکم اعدام سه زندانی به اتهام قتل در زندان مرکزی ایلام به اجرا درآمد. از اسامی و سایر مشخصات این سه زندانی اعدام شده اطلاعی در دست نیست. روز جمعه 30 فروردین ماه عطاالله احسنی یک معلم اهل دیواندره که پیش از این بازداشت و به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات تفهیم اتهام شده بود توسط دادگاه کیفری شعبه 101 به 7 سال حبس محکوم گردید. بر اساس حکم صادر شده آقای احسنی به اتهام توهین به مقدسات به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه ساکن مشهد به 13 سال حبس محکوم شد. آقای جعفری یزدی اوایل مرداد ماه سال 97 توسط نیروهای اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. وی به مدت 10 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازداشت و بازجویی قرار داشت و سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. وی پس از گذشت بیشتر از 3 ماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد. آقای جعفری در جلسه دادرسی که روز 20 فروردین ماه در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد برگزار گردید به 13 سال حبس محکوم شد. با تشکر از همراهی شما اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم.